منم مختصرش دارم میکنم دیگه، اون پیغامی که قرار بوده بده. آنچه مقصود است مغز آن بگیر، چون به راهش کرد زان زال ستیر. میگه پس جواب این حرف منم بگیر و بیا و زال ستیرم. زال یعنی کسی که موش سفیده. زال بابای رستم هم به خاطر همین بهش بودن زال، چون روحش روش موهاش سفید بوده، روش سرخ بوده. پارسا. بله. ستیر یعنی پارسا. ستیر هم میشه بله عفیف و پارسا. بود از مستی شهوت شادمان، در فرو بست و همی گفتن زمان. یافتم خلوت زنم از شکر بانگ، رستم از چاردانگ و از دودان. حالا خاتون که این رفت دیگه خوشحال بود که من الانه به کام خودم خواهم رسید، دیگه الانه آزادم از چاردانگ و دودانگ. این چاردانگ و دودانگ هم همون شیش گوشه دنیاست، یعنی من خودشو آزاد میبینه از محدودیتی که فکر میکرد تو این دنیا داره. از طرف گشته بز آن زد هزار، در شرار شهوت خر بیقرار. این از خوشحالی یه بزش هزار تا زاییده، حالا ما میگیم با دومش گردوشی گونده. در شرار شهوت خر بیقرار، یعنی آتش شهوتی که این نسبت به این خر داره اینو بیقرارش کرده. ببینید میدونم صحبت خیلی عامیانه است ولی فکر داره، ما فکر میکنیم که خودمون بعضی موقع ها شهوت خرانه نداریم. خیلی عذر میخوام دارم خیلی بیپروا حرف میزنم، ولی خودمونو بعضی موقع ها واقعا کارهای خودمونو قاضی بکنیم، واقعا قاضی بکنیم و ببینیم آیا ما یه همچین کاری کردیم یا نکردیم. یه دفعه من یه جایی رفته بودم حراج خب، و به خاطر این حراج مردم همدیگه رو میگرفتن میزدن. خب حالا شهوت فقط قرار نیست یه چیز جنسی باشه، شهوت خوراک، شهوت پوشاک، شهوت بعضی موقع ها خود آدم، خود بدن آدم. یه موقع از یه سری آدم ها رو شما میبینین این مثلا روزی 8 ساعت توی جیمه، خیلی هم خیلی ببخشید خیلی هم افتخار میکنه که من خیلی سالمم و ورزش میکنم و فلان و اینا، ولی 8 ساعت توی جیم شما داری یه چیزی رو میپرستی، یه شهوتی رو داری بهش میرسی. خب میل شهوت کر کند دل را و کور، تا نماید خرچ و یوسف نار نور. میگه میل به شهوت آدم را کر و کور میکنه و یه خر رو میتونه مثل یوسف به آدم نشون بده یا میتونه یه آتیش رو به آدم مثل نور نشون. این کار با آدم شهوت میکنه. ای بسا سرمست نار و نارجو، خیشتن را نور مطلق داند. یه موقع هست یه آدمی به آتیش رسیده، اینجا تفاوت آتیش و نور رو یادمون باشه. آتیش درسته نور میده ولی میسوزونه بازم. آتیش باز دوباره یه حدثه، نور اون چیزیه که اصل بوده. نور همه چیش خوبیه، توش بدی نداره. دلیلی که مولوی هم اینجا داره اینطوری مثال میزنه که کسی خودشو نار میبینه و بعد خودشو میگه من نورم، خاطر اینکه بدی خودشو اصلا نمیبینه، کار بد خودشو اصلا بهش هیچ جوری تعمق نمیکنه. جز مگر بنده خدا یا جذب هم، بارهش آرد بگرداند برد. مگر اینکه این آدمی که ناره و خودشو نور میبینه یه بنده خدایی بتونه اینو بتونه به راه بیاره و کمکش کنه این بفهمه که کجای کارو کم داره و کجای کارو باید بیشتر بهش برسه.
بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه. میگه تا بدونه اون چیزی که اون خیال آتیشواری که داره که فکر میکنه در از نوره، هیچی نیست به جز یه آریتی که به دست آورده یا بهش دادن، معذرت میخوام به دستم بهش هم تازه دادن که ازش هم خواهند گرفت. زشتها را خوب بنماید شر. اینجا شره یعنی حرص و آز. یه وقتی حرص و آز داری اون چیزی که زشته هم خوب به نظر می. نیست چون شهوت بتر زافات ره. یه بدترین آفتی که تو این راهی که ما داریم میریم برای اینکه حالا خودمون رو بشناسیم از شهوت بدتر نیست. حالا چرا؟ صد هزاران نام خوش را کرد ننگ، صد هزاران زیرکان را کرد دنگ. چون خری را یوسف مصری نمود، یوسفی را چون نماید آنجو. میگه این شهوت صد هزاران نام خوش را کرد ننگ. مثال میارم، یه سناتوری بود تو نیویورک به نام انتونی وینر. یه آقای انتونی وینر، خانومشون هم یه خانوم پاکستانی بود که دستیار خانوم کلینتون بوده. بعد این آقا وکیله، کلی زحمت کشیده، کلی هم چیز داشت، ولی شهوت رو میخوان. حالا مثال خیلی راحتش رو بزنیم اینه، این طرف زن داشت، بچه داشت و وقام هم داشت، پست داشت، همه چی داشت، ولی نمیتونست از شهوتش، با شهوتش نمیتونست کنار بیاد. و یه دفعه این برنامه به دامش رسید، مجبور شد از سناتوری، از کانگرسمنی استپ داون کنه. بار دوم الانه تو ترایل به عنوان سکس آفندر دیگه الانه استش کرده. صد هزاران نام خوش را کرد ننگ، صد هزاران زیرکان را کرد دنگ. دنگ یعنی احمق و ابله. چون خری را یوسف مصری نمود، یه چیزی که مثل خره به عنوان یوسف مصری به آدم نشونش میده شهوت. یوسفی را چون نماید آن جهود. اینجا جهود و جهود میتونیم بخونیمش، یکی این که به عنوان حالتی که یک کسی که داره کوشش میکنه، جهدی میکنه، چجوری میتونه یه آدمی که داره جهد میکنه ولی با شهوت داره جهد میکنه، چجوری میتونه به یوسف برسه؟ بر تو سرگین را فسونه. بله؟ موضوع چون نمیده یه خری رو واسه یوسف میدیم در حالت شهوت، پس ببین اگر یوسف باشه چی میدیمش؟ درسته؟ بله درست میگی. من برای یه جور دیگه البته این ترجمه کرد. باشه. بر تو سرگین را فسونش شهد کرد. سرگین که میشه کثافت. میگه یه کثافتی رو برای تو این عسل میکنه، این شهدش میکنه. شهد را خود چون کند وقت نبرد. ببین اگه یه دونه عسل رو ببینه و وقتی یه چی کار میکنه. البته اینجا معنیش این نیست که عسل رو بکنه صد برابر بهتر، صحبت سر این که نمیتونه ببینه عسل رو. اینجا مسئله از ندیدنه، از نتوانستنه، اینجا ناتوانی میاد اینو میگیره. خب ما یه 5-6 بیت دیگه بخونیم اجازه دیم. چون دوباره ما به مرحله سانسوری میرسیم. شهوت از خوردن بود، کم کن زخور. یا نکاهی کن گریزان شون ببخشید، شهوت از خوردن بود، کم کن زخور. یا نکاهی کن گریزان شون زشن. میگه شهوت همیشه از زیاده خواهیه، اینو سعی کن کم کن. یا اینکه میگه برو زن بگیر. اینجا برو زن بگیر یه حالتی اینه که همه چی یه قناعتی داره و یه راه حلی داره.
چون بخوردی می کشد سوی حرم، دخل را خرجی بباید لاجرم. میگه وقتی که شروع میکنی به خوردن، خوردن زیاد، خوردن اضافه، هر خوردن اضافه یه خرجی هم داره، بالاخره باید یه کاری بکنی. بازم به خاطر همین مولوی خیلی قناعت رو دوست داره، به خاطر همین روزه رو خیلی دوست داره. میگه روزه و قناعت ما رو از شهوت باز میداره. باز یادتون نره شهوت فقط جنسی نیست، شهوت خوردن هم هست. شما اگه همش دوست دارید سوشی بخورین، سوشی کاست مانی، باید بریم پول در بیارین. یه موقع هست که وقت به خاطر اینکه پول در بیارین که غذا بخورین، مجبورین یک تن به یک کار دیگه ای بدید که معمولا نمیدید. بعدم باید کانسکوئنس کلسترولش هم، کانسکوئنس کلسترولش رو بله، فود پویزنینگ و همه ایناش هم داشته باشید. خب پس نکاح آمد چو لا حول ولا، تا که دیوت نفکند اندر بلا. پس این میگه به خاطر همین اینجا نکاح، البته باز همون ازدواج صحبت سره که لا حول ولا قوت الا بالله، میگه نکاح اینجا به خاطر این خوبه که دیوت نفکند اندر بلا، که تو رو به بلا نیندازه. چون حدیث خوردنی زن خواه زود، ورنه آمد گربه و دنبه رو. میگه اگه زیاده خواهی، اگه تنوع خواهی، اگه این حرص و شهوات رو داری، سعی کن که قناعت کنی. اینجا زن خواستن صحبت، باز حالا کاری نداریم، صحبت نکاح، یعنی هم این هم از طرف مرد هم از طرف زن، یعنی یه چیزی رو بهش هم وفاداری و هم یه روزه و یه صبری برای خودت بالاخره میگیری. خب ما اینجا میخوایم اینجا رو میذاریم، چون ما هنوز یه دو صفحه دیگه کار داریم و بعد هفته آینده باقی این جریان رو میخونیم که ببینیم چی. خیلی ممنون.